سلام و درود به حاشیه نیوزی های گرامی. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. در آخرین رویداد نظامی که مربوط به منطقه ما میشد، تهدید ایران علیه اسرائیل رو داشتیم که همونطور که انتظار میرفت گفته که اگه نبرد به لبنان کشیده بشه از طریق تمامی جبهه ها به اسرائیل حمله خواهیم کرد. اما قدرت نظامی اسرائیل و ایران چند به چنده و کی به کی میچربه؟ بیایید یه نگاهی داشته باشیم به قدرت نظامی ایران و رژیم اسرائیل و این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم. به گزارش وبسایت گلوبال فایر پاور، آخرین بروز رسانی این وبسایت در ماه شهریور 1400 انجام شده. از شاخص PWR یا شاخص قدرت جهانی برای رده‌بندی کشورها استفاده میشه که بر اساس 50 فاکتور مختلف قدرت نظامی کشورها را ارزیابی میکنه. این فاکتورها شامل نیروی انسانی، نیروی زمینی، نیروی هوایی، منابع طبیعی، نیروی دریایی، لوجستیک و مالی میشه. در زیرگروه نیروی انسانی جمعیت، شبه نظامیان، سن ورود به نیروی نظامی، نیروهای فعال و نیروهای ذخیره از جمله فاکتورهای مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخش مربوط به تجهیزات نظامی، عواملی مثل ناوگان آموزش دیده، قدرت ناوگان هوایی، ناوگان هلیکوپتر، ناوگان تهاجمی، راکت‌ها، قدرت تانک‌ها، هواپیمابرها، قدرت نیروی دریایی، نابوگرهای نیروی دریایی، زیردریایی‌ها، کشتی‌های گشت‌زنی، ناوچه‌ها، مین‌های دریایی و ناوگان نفتکش‌ها برای مقایسه این کشورها به کار می‌رود. در بخش مالی، وضعیت اقتصادی ایران و اسرائیل از جنبه‌هایی مثل میزان استقراض خارجی، بودجه نظامی، ذخیره ارزی و طلا مورد بررسی قرار گرفته. با توجه به مقایسه شاخص قدرت نظامی، ایران در بین 140 کشور جهان رتبه 14 از نظر امتیاز قدرت نظامی رو داره، در حالی که اسرائیل در این رتبه بندی رتبه 20 رو به خودش اختصاص داده. جزئیات این شاخص نشون میده که جمعیت ایران تقریباً 10 برابر جمعیت اسرائیل. با 84 میلیون نفر ایران در رتبه 17 جهان قرار داره، در حالی که اسرائیل با 86 میلیون نفر در رتبه 90 قرار داره. در زیر مجموعه نیروی انسانی، ایران با 47 میلیون نیروی آماده به خدمت در رتبه 14 هستش، در حالی که اسرائیل با 36 میلیون نیروی آماده به خدمت در رتبه 90 قرار داره. وضعیت مالی ایران و اسرائیل در شاخص قدرت نظامی مورد بررسی قرار گرفته. در این شاخص ایران نسبت به اسرائیل عقب‌تره. با بودجه دفاعی 14 میلیارد دلار در رتبه 20 جهان هستیم، در حالی که اسرائیل با بودجه نظامی 16.6 میلیارد دلار در رتبه 17 قرار داره. قدرت نیروی هوایی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت نظامی کشورها مورد توجه قرار می‌گیره. ایران از زمان انقلاب تا حالا دسترسی به جنگنده‌های پیشرفته جهان را نداشته و آخرین مدل جنگنده‌های پیشرفته‌ای که در ایران وجود داشته به قبل انقلاب و جنگنده های F-14 برمیگرده. در طی این 14 ایران تلاش کرده از جایگزین های روسی یا مونتاژ داخلی استفاده بکنه، اما در حوزه جنگنده های نظامی با مشکلات جدی روبرو شده. در مقابل اسرائیل دسترسی به پیشرفته ترین نوع جنگنده های نظامی از جمله F-35 رو داره. ایران با داشتن 519 جنگنده در رتبه 24 از نظر تعداد جنگنده قرار داره، در حالی که اسرائیل با 595 جنگنده در رتبه 19 قرار داره. در زمینه جنگنده های تهاجمی، ایران با 161 جنگنده در رتبه 17 جهان هستش، در حالی که اسرائیل با 241 جنگنده تهاجمی رتبه 13 رو اشغال کرده. جنگنده‌های مخصوص حمله هم در این شاخص مورد بررسی قرار گرفتن که برای هدف گذاری و حمایت از نیروهای زمینی استفاده میشن و مخازن مختلف هوا به زمین رو حمل میکنن. به عنوان مثال، جنگنده‌های سوخو-24 از روسیه و F-35 از آمریکا در این دسته جا میگیره. همچنین بمب‌افکن غول‌پیکر B-52 از بوئینگ آمریکا هم در این فهرست مورد توجه قرار می‌گیره. رتبه ایران و اسرائیل در دسترسی به این نوع جنگنده‌ها برابره، چون هر دو کشور 23 جنگنده مخصوص حمله در این دسته‌بندی داره. یکی از شاخص‌های دیگه در زمینه جنگنده‌های نظامی، هواپیماهای ترابری نیروی نظامی که برای جابجایی نیروی انسانی و تجهیزات جنگی در فواصل بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیره. حمل و نقل هوایی میتونه شامل هواپیماهای بوئینگ C-17 یا ایرباس CN-235 باشه. ایران به دلیل وسعت سرزمینی خودش در این بخش از نظر تعداد هواپیماهای ترابری رتبه بالاتری نسبت به اسرائیل داره.
با 85 هواپیمای ترابری در رتبه 7 جهان قرار داره، در حالی که اسرائیل با 15 هواپیما در رتبه 40 هستش. قدرت ناوگان هواپیماهای آموزشی هم یکی از عوامل مؤثر به نیروی هوایی کشورها هستش و انواع سکوها و هواپیماهای آموزشی در این زیرمجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایران در این شاخص با رتبه 29 جهان و اسرائیل با رتبه 19 در این زمینه قرار داره. در زمینه جنگنده‌های مأموریت ویژه اسرائیل از ایران جلوتره. رتبه ایران در این بخش 22 جهانی، در حالی که اسرائیل در رتبه 13 هستش. همچنین تعداد هلیکوپترهای ایران کمتر از اسرائیل. ایران با داشتن 99 فروند هلیکوپتر در رتبه 37 جهان هستش، در حالی که اسرائیل با 128 هلیکوپتر رتبه 31 رو داره. تمامی هلیکوپترهای تهاجمی هم به صورت جداگانه شمرده شدن و ایران در این زمینه هم از اسرائیل عقب‌تره. با 12 فروند هلیکوپتر جنگنده ایران در رتبه 35 جهان قرار داره، در حالی که اسرائیل با 48 هلیکوپتر جنگنده رتبه 12 رو داره. قدرت نیروی زمینی هم به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در بین زیرمجموعه‌های شاخص قدرت نظامی مورد بررسی قرار می‌گیره و تعداد تانک‌های زرهی هم در این بخش مقایسه میشه. ایران در این حوزه با رتبه 7 جهانی در حالی هستش که اسرائیل با رتبه 16 در این زمینه هستش. ناوگان خودروهای زرهی ایران هم از اسرائیل مجهزتره. ایران با 8500 وسیله نقلیه زرهی در مقام 12 جهان و اسرائیل با 7500 وسیله نقلیه در رتبه 14 قرار گرفتن. به طور کلی ناوگان نیروی دریایی ایران رتبه 6 و ناوگان نیروی دریایی اسرائیل رتبه 35 جهان رو داره. هیچ کدوم از ایران و اسرائیل ناو هواپیما بر یا هلیکوپتر بر ندارن، اما وضعیت ایران در حوزه دریایی خیلی بهتره. ایران با 29 زیردریایی در مقابل 5 زیردریایی اسرائیل در رتبه 5 جهانی ایستاده، اما وضعیت اسرائیل در کشتی‌های گشت زنی از ایران بهتره که قایق‌های ایرانی هم کار رو در میارن. در زمینه موشکی اما ایران از نظر تعداد اونقدری موشک داره که اگه همه رو شلیک بکنه اسرائیل رو قشنگ با زمین صاف میکنه و یا حتی قابلیت این رو هم داره که بتونه گودش بکنه. ولی خب اسرائیل در زمینه موشک‌های قدرتمندی داره، ولی اونقدری نداره که بتونه به ایران پهناور آسیبی برسونه. این مقوله خودش نیاز به برنامه جداگونه داره که موشک‌ها رو از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم. در سمت دیگه اما چیزی که خیلی ها در بررسی هاشون از اون غافل میشن، نیروهای نیابتی ایران هستش که دور تا دور اسرائیل رو گرفته و ایران میتونه از طریق اونها راکت باران های بی بدیلی رو به سر اسرائیل انجام بده، اما اسرائیل اصلا و ابدا چنین نیرویی در کنار مرزهای ایران نداره. ممنون از اینکه تا پایان با این برنامه از هاشی نیوز همراه بودید. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.